برنامه تعلیمات اسلامی از طرف شرکت مخابراتی سلام به شما تقدیم می‌گردد. سلام، انتخاب افغان‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. علاقمندان گرامی برنامه تعلیمات اسلامی از شبکه مردمی نورین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی به برنامه خوش آمدین. امیدوار هستم که تا آخری برنامه با ما باشین. نافرمانی از رسول الله، فراخواندن بلاها، شوهر خوب، زندگی بهتر. روی همین موضوع از دیدگاه قرآن کریم بحث میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله جل جلاله در قرآن کریم میفرمایند بسم الله الرحمن الرحیم: فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الیم. کسانی که از دستور پیامبر علیه الصلاه و السلام سرپیچی می کنند باید بترسند از اینکه به بلای بزرگی یا عذاب دردناکی دچار شوند. برادران و خواهران گرامی، آغاز فراخواندن بلاها، آغاز فراخواندن مصیبت ها بالای خود و تکالیف بالای خود، نافرمانی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. هرگاه انسانی که از ارشادات پیامبر خدا، از فرامین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سرپیچی کند و سر باز بزند، باید در انتظار عذابهای خدایی یکتا باشد. این از دیدگاه قرآن کریم است. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، باید کسانی که از دستور پیامبر علیه السلام سر باز میزنند، ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم، باید بترسند از این که اونها را فرا بگیرد بلاهای بزرگ و یا عذاب دردناک. برادران و خواهران گرامی، پس از لحاظ منطق قرآن ثابت شد که اگر میخواهین در دنیا یک زندگی آسوده داشته باشین، یک زندگی راحت داشته باشین، یک زندگی سراپا زندگی خوش آیند داشته باشین، پس از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمان ببرید. سنت های پیامبر گرامی علیه السلام را تطبیق بکنین، عملی بکنین، ارشادات رسول الله را بدیده قدر ببینین و فرامین پیامبر خدا علیه السلام را بپذیرین، به سیمای قبول بپذیرین. برادران و خواهران گرامی، انسان‌هایی که اگر می‌خواهند که درست زندگی کنند، سربلند زندگی کنند، با عزت زندگی کنند، با عفت زندگی کنند، پس اونها باید از رسول الله فرمان ببرند. خدا میگه بسم الله الرحمن الرحیم: فلیحذر الذین یخالفون عن امره، کسانی که از دستور پیامبر علیه السلام سرپیچی میکنند و سرباز میزنند، پس ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم. در انتظار دو چیز باید باشند. کسانی که از رسول الله اطاعت نمی کنند باید در انتظار دو چیز باشند از دیدگاه قرآن کریم. یکی این که بلاهای بزرگ ای آدم فرا می گیرد، ان تصیبهم فتنتون، این که برسد به او آدم بلای بزرگ، او یصیبهم عذاب علیم، یا ای که به عذاب دردناک مبتلا بگردد. برادران و خواهران گرامی، سرباز زدن از فرمان پیامبر علیه السلام، از ارشادات دین و از اساسات اسلام، سبب تباهی در دنیا می گردد و سبب هلاکت در آخرت می گردد. پس زندگی با عزت می خواهین، در فرامین رسول الله زندگی کنین. زندگی با آبرو می خواهین، باید در فرمانبرداری از ارشادات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به سر ببرین. در آیت دیگری الله جل جلاله می فرماید که: واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه. شوهری خوب، زندگی بهتر. الله چی می فرماید؟ واذکرن، ای زنان پیامبر علیه الصلاه و السلام، بیاد بیاورید آیاتی را که در منزل شما تلاوت می شود.
هر انسان خانم رسول الله شده نمیتواند، هر انسان به مقام نبوت رسیده نمیتواند. پس خوشا به حال کسانی که خانم رسول الله هستند، خوشا به حال کسانی که از طرف الله به پیامبری برگزیده میشوند. بیننده های گرامی، برکت رسول الله حتی بالای خانم هایش تأثیر گذار بود و بالای خانم هایش تأثیری مستقیم کرد که هر خانم رسول الله را مادر تمام مسلمانان ساخت. مادر مسلمانان شدن امر عادی نیست. ازواج مطهرات به ما حیثیت مادر دارد. قسمی که با مادر ما نکاح کرده نمی توانیم، همین قسم با خانم های پیامبر علیه السلام هیچ امتی رسول الله نکاح کرده نمی تواند. این جایگاه از کجا به اونها داده شد؟ از وحی که در خانهشان نازل شد. از کجا به اونها داده شد؟ از شخصیتی که شوهری اونها پیامبر انتخاب شد. برادران و خواهران گرامی، حالا وقفه داریم، بعد از وقفه با ما باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. علاقمندان گرامی، باز هم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا میپردازم به پاسخی پیام های شما. برادر ما نوشته کردن که اگر با کسی کار بکنی و او تعطیل نکند و یا اجازه ندهد نماز را قضا بکنی و قضا بخوانی، حکمش چیست؟ برادر گرامی، با انسان هایی که شما را به خواندن نماز اجازه نمیدهد، از لحاظ شرعی کار کردن حرام است. کار نکنین. با کسانی کار بکنین که شما را اجازه میدهد نماز میخوانین. نماز خواندن بالاتر از کار کردن است. نماز خواندن بالاتر از کار دنیوی است. با انسانهای کار بکنین که توافق داشته باشد به نماز شما را رها کند. اگر او تعداد از صاحبی کاری که شما را به نماز اجازه نمیدهد، شرعاً جواز ندارد با اونها شما کار کنین. چرا؟ پیامبر علیه السلام میفرماید که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یعنی ما در برابر امر خدا هیچ انسانی را برتری داده نمی توانیم. اصل برتری از الله است. الله میگه نماز بخوان، صاحب کار میگه نماز نخوان. اینجا ما از الله فرمان میبریم، از صاحب کار نمیبریم. اگر صاحب کار موافقه نمی کند، کارش را ترک کن. برو امرای کسی کار بکن که تو را اجازه بدهد که نماز الله را بخوانی. برادر گرامی، نماز حق اولویت را دارد. یعنی از نماز برتر دیگه هیچ عملی به انسان وجود ندارد. یگانه عملی که او در هیچ حالتی معاف نمیگردد او نماز است. روزه هست، مریض شدی، بخو. و حج است، نتوانستی، نرو. اما نماز، مریض شدی، خوابیده بخوان. ششتکایی بخوان، شتکایی نتوانستی، خوابیده بخوان. یعنی نماز معاف نمیشود. بنابراین پس شما با انسانهای کار کنین که شما را اجازه میدهد نماز بخوانین. در غیر از او کارشان را ترک کنین. برادری ما فرید احمد، خواهری دارم به سن 5 ساله، به 5 وقت نماز که ما کلانها نماز میخوانیم، او بدون وضو ساختن نماز میخواند. بگذارین که بخواند. برادر گرامی، اطفال معصومند، اطفال گناهکار نمیشوند. اما وقتی که تمیز پیدا کردن، عقل شعورشان خوبتر شد، چی بهتر که حضور برشان یاد بدین. بگوین بچه موضوع کو، بیا نماز بخوان. اطفال را عادت بدهین به نماز خواندن. انشاءالله که در طفولیت نماز خوان، باز در بزرگی نماز ایلا نمی کند. خب مسلمان اینی مکلف شد که اولادش باید به طریق اسلامی تربیه کند. یکی از طریق های اسلامی ایست که اطفالتان را عادت اسلامی را بیاموزانین که اون نماز است.
خوشا به حال شما که دخترتان نماز میخواند، اما وقتی که کمک خوبتر شد و فهم دانش زیادتر شد وضو را برش یاد بده، وضو کنه باز بیا نماز بخواند. برادری ما نشته کردن که نام پسرم عبدالله است. خب چطور هست؟ بهترین نام است. از عبدالله کردن نامی بزرگ و نامی بهتر دیگه در روی دنیا وجود ندارد. اولین نامی که دنیا و آخرت به او مینازد عبدالله است. بعد از او عبدالرحمن است. بعد از او 97 نام الله که در قرآن کریم ذکر است، پس او را شما بگذارین. اما از همش برتر عبدالله است. چرا؟ عبدیت با اسم ذات است. ما بنده هستیم، الله هم اسم خدای یکتا است. بنده خدا، از این که دیگه نام بزرگ است، از این که نام خوب است. خوشا به حالتان. سلام، من داود هستم از ایران. من و زنم قربانی میکنیم و زنم میخواهد که پول قربانیش به زن بیوه بدهد. نه، قربانی شبهای گذشته هم بس کردم. قربانی در قربانی دو چیز هست، یکی اطاعت از الله و یکی هم حق فقرا. اطاعت از الله با ذبح کردن حیوان ادا می شود. خانم خودت اگر قربانیش به دیگرا زنده تحفه بدهد، قربانیش نشد، قربانیش ادا نشد. کوشش کنه که خودش ذبح کند، اگر خودش نمی تواند وکیل بگیرد ذبح بکند، باز گوشتش به فقرا بدهد. این میگن قربانی. قربانی کشتن حیوان مخصوص در روزهای مخصوص. شما که قربانی را گرفتین و به دیگرا تحفه دادین، خود شما این کار نکردین. حیوان مخصوص در روزهای مخصوص خود ذبح نکردین. بنابر این قربانیتان درست نمی شود تا زمانی که خودتان حیوان را ذبح نکنین. پس خانمت و خودت قربانی میکنی، هر دویتان قربانیاتان را ذبح کنین، باز گوشتش به فقرا تقسیم کنین. خواهر شما از بدخشان نشته کردن که لباسی که عکس شاپرک داشته باشد نماز خواندن چطور است؟ خواهر گرامی، بار بار بحث کردیم روی از اینکه لباسایی که تصاویر دارد نماز خواندن باطل، نماز خواندن حرام، ولو که هر تصویری داشته باشد. منظور از تصویر، تصویری جاندار، چی مرغ باشه، چی کبوتر باشه، چی شاپرک باشه، چی انسان باشه، چی بت باشه، یعنی هر آنچه که جان داشته باشد، حشرات باشد در بدنت که لباس باشه و امره از او نماز بخوانی، امره او لباسی که تصویر داره نمازت درست نمی شود. خانم ها بپرهیزین از لباس هایی که تصویر داره، امره از اونها نماز نخوانین. اما تصویری غیر زیرو، مثلا منظره، گل یا تعمیر، ایگپا منافات با نماز ندارد. میتونین با لباسی نماز بخوانین که تصویری گل داره، اما با تصویری که حیوان داره یا تصویری حشرات داره، پرنده را داره، هیچگاه نماز نمی شود و نماز نخوانین. برادر ما محمد انور از ولایت غور سوال داشتم، اگر کسی فقیر باشد و بالاش قربانی واجب میگردد یا نه؟ بی برادر گرامی، یکی از شرطهای قربانی واجد شرایط بودن است. واجد شرایط بودن در قربانی مالکیت یک نصاب مال است. مثلا کسایی که زکات میپردازن، زکات بالایشان فرض است، همین قسم قربانی بالایشان واجب است. اما ای که قربانی زکات بالایشان فرض نیست، قربانی هم واجب نیست. پس قربانی یک رای دیگه دارد که با وجودی که واجب نیست، اگر انجام بدهی الله میپذیرد، به تو اجر پاداش میدهد. اما بالای فقرا قربانی واجب نیست. برادری ما نشته کردن که اعظم هستم از ولایت غور، سوال داشتم کسی قربانی نداشته باشد و بالای او نماز عید هست یا نه؟ ببین، شما هیچگاهی به مغالطه نروین. عید یک حکمی از اسلام است و قربانی حکمی دیگری هست. که تو قربانی نداشتی، نماز بالای تو فرض است. مسلمان خواستی، مکلف خواستی. قربانی شرایط به خصوصی خود دارد که مالکیت یک نصاب مال است. یک نصاب مال تو مالکش باشه، قربانی واجب است بالای تو. اما نماز عید خود بالای هر مرد واجب است. بالای هر مردی که صحتمند است و مسافر نیست واجب است. پس بالای فقیر واجب است. فقیر قربانی بالایش واجب نیست. اما نماز عید تا خوب بخوان. نماز عید هیچ ربطی نداره به قربانی. برادر گرامی، برادری ما نشته که مصطفی هستم از بدخشان ولسوالی تگاب، یک روز 70,000 افغانی از جیبم افتاد و دو نفر از دنبالم می آمد. برایشان گفتم پول من را پیدا کرده اید، انکار کردن. از حساب شرعی چی حکم دارد؟ برادر گرامی، از حساب شرعی حکمش ایست که کسی پول پیدا کرده باشه، کسی پول پیدا کرده باشه، باید
بر بگردانه، چه جابهی برسه که انکار کنه. انکار کردن مخالفت با اسلام داره. اسلامی عزیز به ما امر می فرماید که شما چیزی را که در میابین پیدا میکنین بر بگردانین به صاحبش. اما ای که انکار کرده خو حرام میخورد، حرام حرام در روز قیامت الله به تو میدهد. بیافتن انسان مالک نمیشه، بلکه یک مسئولیت بزرگی بالای شانه شما گذاشته میشود که باید مالک از او را پیدا کنی و او را مسترد کنی. چه جابهی برسد که او آدم تقاضا کنه که پول ما بده تو پول شنتی. برادران و خواهران گرامی، حالا وقفه را ببینین، باز هم با ما باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. علاقمندان گرامی، باز هم خوش آمدین. برادری ما نوشتن که آیا شیری مادر کلان خود را بخورد طفلک با فرزند خاله اش میتواند ازدواج بکند؟ هرگز نه. وقتی که شیری مادر کلان را بخورد به مادر کلانش فرزند میشود. حالا دختر خالهش یا بچه خالهش خب برادرزاده و خواهرزادهش میشود. نکاح با خواهرزاده خو حرام، پس با دختر خاله هم حرام. من از مادر کلان ها احتراماً خواهش میکنم که نواسه هایتان را شیر ندهین، چرا که یک راه مشروع را بروی از اونها میبندین. دختری کاکا با بچه کاکا میتواند عروسی کند، دختری خاله با بچه خاله میتواند عروسی کند، اما زمانی که اینمی نواسه ها را مادر کلان یا پدر کلان که شیر میدهد، پس اینها را به خود فرزند میسازد. وقتی که به او فرزند شد، به اولادای دیگیش خواهر و برادر میشود، با فرزندانشان ماما یا کاکا می شود. بنابراین شما این کار نکنین. حتی الامکان کوشش کنین که نواسه خود شیر ندهین، چرا که می توانه با دختری کاکاش عروسی کند. اما وقتی که پدر کلان شیر داد، دیگه نمی تانه که عروسی کند. مادر کلان شیر داد، نمی تواند که دیگه عروسی کند. یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. پیامبر علیه السلام می فرماید که آنچه که از نسب حرام می شود، او از رضا هم حرام می شود. خواهرزاده، خواهرزاده نسبی حرام، خواهرزاده رضایی حرام، و امی قسم خاله نسبی حرام، خاله رضایی حرام. بنابراین کوشش کنین که محتاط باشین و شیر را بسیار تفکیک بکنین، باز به طفل بدین تا باشد که سببی از بین رفتن زندگی طفل نگردد. برادری ما نشته کردن که مشکلی دندان دارم، اگر دندانهایم را پوش کنم مشکلی ندارد، وضو و غسلم درست است. برادر گرامی، از لحاظ شرعی اگر تو مشکل داشته باشی و دکتر سیبا تو را گفته باشه که از لحاظ طبی اگر مشکل داشته باشی و دکتر سیبا و تو توصیه کند که بعد دندان تا پوش کنی یا دندان تا کیسته اصلاح کنی، هیچ مشکلی را ایجاد نمی کند. راحت پوش کنین، راحت اصلاح کنین و نماز بخوانین و روزه بگیرین. اما اگر قضیه طوری باشد که مشکلی وجود نداشته باشه، به خاطر یعنی زیب و زینت اگر پوش کنین دندانایتان را، با دهی صورت شریعت اجازه نمیدهد و جواز ندارد. برادران و خواهران گرامی، سپاس از شما که تا حال در برنامه با ما بودین. تا فررسنی برنامه های بعدی، شما را به الله یکتا می سپارم. خدا حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم.
ذكر إن كنتم لا تعلمون.